شاگردان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشیم. من استاد رشاد احمدی هستم. خدا کنه که در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشیم. میپردازیم به درس جدید خود. خب شاگردان عزیز، صفحه 3 کتاب شما، بخش اول یا عنوان اول، Living things need water. ما در درس قبلی خواستیم که living things need air. حالا میخوانیم که living things need water. Water is an essential component of for life to exist. 3/4 of the body of a human being is composed of water. Water assists in carrying the food from one part of the body to another. It helps to stop the body from getting dry. For this reason, we do not feel thirsty. Plants use water to make their own food. Without ample water, the plant cannot stand upright. It would dry up and die. Living things need food. Food is essential for all living things to survive. It provides them with energy to grow and stay healthy. Moreover, it keeps their bodies moving and working. Food also helps in respiring those body parts which have grown old, weak, and are not functioning properly. خب میریم سر لغتایش. شاگرد عزیز، نید ضرورت داشتن، کامپوننت جز یا بخش، کوارترز بخش، کرینگ انتقال دادن، فود غذا، دری خشک، ریزن دلیل، فیل احساس، امپل وسه، استند بودن، اپراید تا به حال، دای مردن، گرو رشد کردن، موریور بیشتر از این، ریپیرینگ ترمیم کردن و پرپرلی به طور درست. خب میریم سر پاراگراف خود میخوانیم و ترجمه میکنیم. Living things need water. موجودات زنده نیاز به چی دارن؟ به آب. Water is an essential component for life to exist. آب یک عنصر یا یک جزء مهم برای زندگی است. 3/4 of the body of a human being is composed of water. 3 از بدن انسان ها را چی تشکیل داده؟ آب. Water assists in carrying the food from one part of the body to another. آب انتقال میده غذا را از یک بخش به بخش دیگر. It helps to stop the body from getting dry. ای کمک میکنه که بدن از خشک شدن نگهداری کنه یا جلوگیری کنه از خشک شدن بدن. For this reason, برای این دلیل، we do not feel thirsty. ما احساس تشنگی نمیکنیم. Plants use water to make their own food. نباتات همچنان با استفاده از آب اما غذای خود می سازن. Without ample water, the plant بدون آبهای وسیع یا آبهای زیاد نباتات cannot stand upright. نباتات تا حال نمی بودن یا تا حال زنده نمی بودن. تا حال. It would dry up and die. آنها خواهد خشک می شدن و می میدن. شاگردک عزیز، اگر ما یک نبات به مدت چند روز آب نتی، بالاخره برگای از خشک شده و از بین میره.
انسان ها هم به این شکل. اگر یک انسان به طور کامل آب استفاده نکنم، بعد از مدت بسیار کمی او و بدنش خشک شده، یعنی امو آب وجودش خشک شده و باعث از بین رفتن انسان میشه. بنابراین آب بسیار یک عنصر مهم به خاطر زندگی کردن است که گفته سه بخش عمده بدن از آب تشکیل شده. یعنی آب یک منبع حیاتی برای انسان ها، حیوانات و نباتات و همه موجوداتی که در روی زمین زندگی می کنند نیاز به آب دارند. Living things need food. موجودات زنده نیاز به غذا دارند. Food is essentially for our living things to survive. غذا بسیار مهم است برای تمام موجودات زنده به خاطر زنده ماندنشان یا به خاطر بقایشان. It provides them with energy to grow and to stay healthy. آنها تهیه میکنند انرژی را به خاطر انکشاف یا بزرگ شدن و باقی ماندن صحت، یعنی صحتمند بودن. Moreover, بیشتر از این، it keeps their body moving and working. این نگهداری میکنه بدن به خاطر حرکت کردن و کار کردن. Food also helps in repairing those body parts which have grown old. غذا همچنان کمک میکنه به خاطر ترمیم کردن قسمت های از بدن که انکشاف یا نمویشان ضعیف شده باشه یا کهنه شده باشن، weak ضعیف شده باشن and are not functioning properly یا شاید وظیفه خود درست انجام داده نتونه. در اینجا شاگردک عزیز شما چند تا از نمونه از غذاها رو میبینید که هر نوع غذا به نوبه خود انرژی رو به بدن تهیه میکنه و مقدار انرژی در هر غذا متفاوت میباشه. هر غذا یا هر چیزی را غذایی را که ما استفاده میکنیم از لحاظ دارا بودن انرژی از هم متفاوت میباشه و خود غذا نیز یک جزء مهم زندگی می باشد. اگر شما غذا نخورین احساس گرسنگی کردن، انرژی از بدن شما کم کم شده میره و بالاخره باعث از این میشه که شما حرکت کرده نتانین، عضلاتتان خرد شوه، از بین بره و بالاخره باعث مرگ انسان میشه. و یکی از امو عناصری که به خاطر زندگی کردن یا بقا در روی زمین است غذاست. اگر ما غذای ناسالم بخوریم باعث امراض مختلف در بدن میشه، ولی اگر از غذاهای سالم پاک استفاده کنیم باعث رشد امون قسمت های از بدن، باعث ترمیم قسمت های از بدن که نموی ضعیف داشته باشن یا نمویشان متوقف شده باشه، باعث دوباره ترمیم کردن آنها می شود و یک جزء مهم زندگی انسان در روی زمین می باشد. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما به همینجا به پایان می رسد. خدا کنه که یک چیز آموخته باشین و در صورت کدام مشکل از طریق اداره مکتب با ما میتونین به تماس شوین. تا روز بعد، خدا حافظ.